سلام خانم مولوی، حالتون چطوره؟ سلام پسرم، چطور باید باشم؟ با این داغی که به قلب ما گذاشتن چطور باید باشیم که به زور دارو دوا سر پاییم؟ خدا انشالله بهتون سلامتی بده. این گزارش رویترز رو دیدین خانم مولوی؟ بله دیدم. در خصوص این خانم شکار کردین خانم مولوی، که در واقع مدعی این بود که مسعود مدارکش رو به من داده و ادمین جبه سیاه هستم. و خب صحبتاشم در زمانی که من با ایشون صحبت میکردم چند بار رو شما شنیدی، که حتی سعید عزیز رو هم آوردیم به عنوانی که بتونیم از ایشون اطلاعاتی بگیریم که ببینیم چجوری با مسعود در واقع ارتباط ایجاد کرده. چه کار کردی در خصوص ایشون؟ والا من صحبت های ایشونو که با شما داشت صحبت میکرد که ما رو آوردیم پشت خط، من صداشون رو شنیدم کامل، چندین بار تماساشون رو با شما رو شنیدم. شما که مطلع هستین ما ممنوع الخروجیم. خواست پدرش رو قبل از این ماجرا فروردین پارسال گرفتن. چه بسا که اگر تو فرودگاه این پارسال نمیگرفتن میتونست بره اونجا، شاید این اتفاق نمی افتاد اگر میرفت میشه، شاید شرایط طور دیگه ای رقم میخورد. درسته. در رابطه با این خانومم من صحبتاشو شنیدم. ایشون ادعاهایی داره که این ادعاها مبنی بر اینه که از جزئیات ترور خبر داره. از لحظه ترور این طوری که داشت صحبت میکرده و پیامایی که برای شما داده، از لحظه ترور، از اینی که با پلیس در ارتباط بوده، نمیدونم آماده مصاحبه بوده، همه این ادعاهاش که گفته بود من شنیدم. و ما چون که در موقعیتی نیستیم که بخوایم قضاوت بکنیم درست بودن یا نادرست بودن ادعاهای ایشونو، بنابراین ما تمام این موارد رو به پلیس اطلاع دادیم. درسته. پلیس بالاخره دید بهتر وظیفه‌اش دیگه، تشخیصشون قوی‌تره، تو دادگاه باید جوابگو باشه. هرچند که ایشون بله، تا اونجایی هم که ما میدونیم ایشون مطلع بود که ایشون فرمودن که ادمین دوم کانالن و اطلاعاتی پیششون هست. درسته. تا اونجایی که ما میدونیم این کانال به طور قاطع به شما عرض میکنم هیچ ادمین دیگه غیر از خودش نداشته. بله. ایشون اگر مدعی این امر هست، این هم یکی دیگر از اون ادعاهایی که با این ترور ممکنه هر چیزی که ارتباط داشته باشه باید اطلاع داده بشه، یعنی درستش هم همینه، به پلیس باید جواب باشه. درست. چون از عهده ما خارجه، به لحاظ اینه که حتی ما نمیتونیم از کشور خارج بشیم به خاطر ممنوع الخروجی پیگیر ترور پسرمون هم نمیتونیم بشیم متاسفانه. بله بله, بله. دوم این که بله. ببینین خون سر من به ناحق ریخته شده، این یه مصیبت بزرگیه که سر ما اومده، کم اتفاقی نبوده که برای یه خانواده بیفته. تحملش برای ما این بار خیلی سنگینه. ایشون غیر از این خانم آقای دیگه هم بود که کانال داشتن، از پسر من خواسته بودن که اگر، چون ایشون نمیخواست کسی بفهمه که پشت کانال جعبه سیاه مدیریت این کاناله، نمیذاش نه صدای خودشو نه چیزی نمیذاش که مثلا علنی باشه. این آقا اومده بود تو کانال تخریب کرده بود که اگر هم مدارکش هم هست، مستنداتش دست پلیس هم هست، که ایشون هم به نوبه خودش باید تو دادگاه پاسخگو بشه. مدعیش بهش گفته بودن که اگر نگی من پشت کانالم، آدرس خونتو میذاریم روی اینترنت. اگر نگی من پشت کانالم، عکسای خانوادگی تو میذاریم روی اینترنت. با این چیزا تهدیدش میکرد. آدرس خونه مسعود تو ترکیه رو، یعنی در واقع. بله. خب گفته بود چجوری آدرس مسعود بله. عزیز رو داشته ایشون. همین. این آقایی که داخل آمریکاست به چه پشتوانه این کارو میکرد؟ بعد اینی که این دوتا مسئله که باید تو دادگاه توضیح بدن، جوابگو باشن به این مسائل. بعد دیگه حقیقتا میدونین جناب ساسانیان، این تخریبا و توهینایی که داره میشه چیزاییه که ما نمیتونیم ازش بگذریم. برای همین هر چیزی که یه سررشته‌ای به این ترور بتونه پیدا بکنه ما به پلیس اطلاع دادیم که اینا خودشون باید جوابگو باشن دیگه، خودشون
تو دادگاه باید جواب بعد باشن. این خانم که به هر حال با من ارتباط گرفته بود فقط هدفش این بود که من رو تحقیق اطلاعاتی بکنه و در واقع بدونه که ما چی داریم چی نداریم. خب من هم به هر حال درس خودم رو بلدم و اینن زمانی که با ایشون تماس می گرفتم شما هم در پشت دیگر خطی بودید که میشنیدید عیناً صدای ایشون رو. در جای دیگه ایشون مدعیه که مسعود دو نفر از دوستانش میهمان بوده. من تا اون جایی که میدونم مسعود هیچ وقت کسی رو به خونه خودش نمیبرد و این هم یکی از ادعاهای این خانومه که میگه من میدونم اون دو نفر هم کیان. شما در خصوص این موضوع میدونید چیزی که مسعود واقعا کسی رو میبرده خونه؟ در اون موقع دو نفر کی بودن که با مسعود ارتباط داشتن؟ جناب آقای ساسانیان، شما دوستان نزدیک پسر من بودین، برای ما هم خیلی عزیز و محترمین، چون که روزانه خیلی تماس باهاش داشتین، معتمدش بودین. تا اونجایی که من میدونم ما روزی چندین و چند مرتبه تماس ویدیو کال داشتیم با هم دیگه. از روزی که ایشون از اینجا خارج شد و رفت چندین تا منزل عوض کرد اونجا و هیچ وقت مهمانی نمی برد منزل. اگر قراری هم با کسی داشت بیرون بود. و خب پس یعنی تمام قرارهای مسعود در واقع بیرون بوده. پس ایشون که مدعی یه همچین چیزیه، پس در واقع باید بیاد توی دادگاه پاسخ بده. نه بله. باید بیاد پاسخ بده تو دادگاه. چطور شما در جریان نبودی و ایشون در جریان بوده؟ بله میفرمایید خانم مولوی، به هر حال اینها همه باید مشخص بشه. بله میشنوم صداتون. بله، اینی که از جزئیات ترور مطلع بوده، اینی که میدونسته این تو اون لحظه مهمان داشته که ما نمیدونستیم، شما نمیدونستیم. بله. منی که داشتم باش تصویری صحبت میکردم چیزی ندیدم. قطعا شاید یه سرنخی، یعنی عقل اینو میگه دیگه که یه سرنخی با این ترور ممکنه ربط داشته باشه، پس بهتره که دادگاه به پلیس جوابگو باشه این موضوع رو. بله حتما. بعدم جناب ساسانیان میدونین ما روزای خیلی سختی رو داریم میگذرونیم. بله. اینم مسئله یه که میگن خونه ای به ناحق ریخته هیچ وقت زمین نمیمونه، بالاخره دامن مسببش رو میگیره. بله کاملا درست. بچه من به ناحق کشته شد، به ناحق کشته شد. همه دلخوشی ما این بچه بود، کسی ثمره عمر ما بود، حاصل موهای سفید ما بود، جوونی ما بود. ما به خاطر این بچه از جونمون گذاشتیم. این اگر میخواست زندگی خوب و خوشی داشته باشه، تو رفاه و آرزوهاش باشه، با هر مسابقهی که میرفت بیرون میتونست برنگرده، میتونست توی مسابقات پناهندگی بگیره، چون تو شرایط ایدئالی بود. برگشت که بخواد خدمت بکنه، البته به کشورش و به مردم. البته 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 امیدوارم الان یکی یکی داره روشن میشه، بالاخره این پازل داره کنار هم چیده میشه. پلیس داره هی یکی یکی، ما هم همونقدر میدونیم که از تلویزیون داره اعلام میشه. بله. نمیذارن بریم. خب دست پدرش الان ممنوع خروج شده، خانواده ممنوع خروج شد. خب همینقدر که داریم میبینیم یه تعدادی رو گرفتن، یه تعدادی مشخص شده که این پازل داره ترکیباتش درست میشه. امیدوارم که مشخص بشه، مسببین رسوا بشن و من به نوبه خودم قضاوتو میذارم با مردم، چون میدونم مردم اونقدر دانا و عاقل هستن که حق و ناحق و از هم تشخیص بدن. ما لباس سیاه به تنمون رفته، روسری سیاه به تنمون رفته، حاصل عمرم رفت. تو چشماش تو عکساش نمیتونم نگاه کنم. همه بدونین من دلم برای پسرم تنگ شده، من دلم برای پسرم تنگ شده. همه دل خوش من بود، همه آرزوهای من به باد رفت. اگر ازش ناراحت بودم زندانش میکردم. چرا این کارو باهاش کردم؟ چطوری دلشون اومد؟ چطوری سفری عمر ما رو گرفتن؟ انسانیت کجا رفته؟ جوان مردی کجا رفته؟
یه لحظه فکر نکردن، یه لحظه خودشونو بذارن جای ما، ببینن چی به روز ما اومده. بالا رو دوا سر پایین، یکیمون قلبش ناراحته، یکیمون فشارش بالا، سزاوار نیست. خیشتندار باشید مادر جون، خیشتندار باشید. انشالله که زودتر تمام این مسببین و هر کسی که توی قتل و ماجرای ترور مسعود عزیز دخیل بوده دستگیر بشه و به اشد مجازاتش برسه. و من این رو دیر نمیبینم، این رو دیر نمیبینم. شما مطمئن باشید که به زودی این در واقع این ماه پشت ابر نخواهد موند و تمام این کسایی که توی این ماجرا در واقع دخیل بودن، شریک بودن و به نوعی حتی رابط بودن هم به در واقع دادگاه فرا خوانده خواهند شد و مطمئن باشید حقانیت مسعود عزیز در خصوص اینی که یک دانشمند بوده، یک نابغه بوده، برای مردم مشخص شده این و اون کسایی که اومدن تخریبش کردن، شما مطمئن باشید که مردم انقدر دانا هستن، انقدر هوشمند هستن که بدونن چه کسی حرف راست رو داره میزنه، چه کسی دروغ داره میگه. و امیدوارم که زودتر آه من آه در شکستگی پدر که تمام شب بلند میشم میبینم عکسش.